بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. با یک نگاهت مستان گشتم جام شرابی ای جان تو موجی نازی تو خواب و رویا تو زندگانی ای جان ای جان یک نگاهت مستانه گشتم جامی شرابی ای جان تو موجی نازی تو خواب و رویا تو زندگانی ای جان با یک نگاهت مستانه گشتم جامی شرابی ای جان تو موجی نازی تو خواب و رویا تو زندگانی ای جان با یک نگاهت مستانه گشتم جامی شرابی ای جان تو موجی نازی زندگانی ای جان ای جان.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض بکنیم خدمت همگی شما دوستان و دوستداران ارجمند تلویزیون کاروان. چی حال احوال دارین؟ انشالله که صحیح و سلامت باشین و ایام و روزگار خور به خوبی و خوشی سفری کنین. فاطمه هستم در خدمت شما با یک دیگه از برنامه های خانه و خانواده. برای برنامه امروز با کمک همکار محترم خود جناب آقای حبیب حبیبزاده چند برنامه برای شما تهیه و تدارک دیدیم که به سمع و نظر شما دوستان میرسانیم. بعضی از شما اطلاع دارین که هفته پیش به از طرف اتحادیه افغانهای بریتیش کولومبیا مراسم به خاطر قدردانی و تجلیل از روز پدر گرفته شد به بیر گریگ پارک به شهر سوری واقع هسته و از افغانهای عزیز ما از هموطنهای عزیز ما دعوت شده بود که به این مراسم شرکت کنند و روز پدر را در کنار هم همراه پدرهای خود همراه خانواده خود سپری کنند و جشن بگیرند. ما هم رفتیم به اون محفل شرکت کردیم و در کناری که روز خوب بود بیشتر دوست و آشنایا رو دیدیم، همراه پدرای زیادی آشنا شدیم، معرفی شدیم و استفاده بردیم. که در این قسمت از برنامه توجه شما رو به این برنامه‌ای که درست کردیم جلب می‌کنیم. این برنامه از طرف اتحادیه افغان‌های بریتیش کولومبیا گرفته شده بود و بعد در این برنامه همراه بود با موسیقی و غذاهای وطنی، غذای افغانی. در ضمن آرمیتا جان یکی از دوستان عزیز و گرامی مسئول بخش جوانان در اتحادیه از طرف اتحادیه پیام تبریک برای پدرای عزیز و محترم دادن و مقدم آنها را گرامی داشتن که توجه شما را به این برنامه جلب میکنه. بریم با هم ببینیم برمیگرد. به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام، من آرمیتا عراقی، عضو هیئت مدیره و مسئول جوانهای اساسیشن افغانها در بریتیش کولومبیا، به نمایندگی از هیئت مدیره و رئیس اتحادیه افغانهای در بریتیش کولومبیا روز پدر را به تمام پدرهای جهان، پدرهای افغانستان و به خصوص به پدرهای مقیم شهر وانکوور بریتیش کولومبیا تبریک گفته، صحت و سلامتی همه شما پدران و از درگاه خداوند متعال خواهانم. Happy Father's Day. Now
خب دوستان برگشتیم. در این قسمت از برنامه میخواییم برای شما یک برنامه جدید نشان بدیم که امیدواریم شما خوش شما بیایه بپسندین. همونطوری که ما قبلا برای شما گفته بودیم، ما سعی کردیم از برنامه های گوناگون و مختلف در برنامه خود جای بدیم بگنجانیم. یک از برنامه هایی که ما مد نظر داشتیم و داریم برنامه آموزش کوتاه کردن مو و استایل مو هست که با کمک دوستان و همکارانی برنامه رو برای شما درست کردیم و فکر میکنیم و امیدواریم که شما خوش شما بیایه و بپسندین. بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذاریم، بریم برنامه رو با هم دیگه ببینیم. جای دوری نرین، برگردین با ما باشین. Hi Nala, how are you? Fine. Hi Fatima, how are you? Good, thank you. So today I'm just gonna cut the hair to my friend, mm-hmm. and then after make blue dry. Okay. Can I show you how? Okay. So let's start. Okay. First you spray the hair. Yeah, that's water spray. Just I have to wet her hair to cut it. Yeah. I have to divide it first time. Divide. Yeah. Two parts. One part like this, the other on the other side, and then start cut it from the bottom and going to the top. Okay. Yeah. So she like to just trim her hair, so I'm gonna just cut a little bit, uh-huh. like this, to her hair. So we have to make sure the first time, the first level, to be the sides the same size, mm-hmm. the both sides. Yes. And then going to another section, take a little bit. Have to make it like same the first section, mm-hmm. to be same size, okay. like this. And going again to see the both sides the same. We don't want to make one size longer than another side. Yeah. Like this. And then, now come to this part. Now I'm going to, when I finish that, this part, I leave the sides in the front, the end, when I finish hold her hair. Now I'll start from this way. So she won't just trim a little bit and make layer. So I make like this, take about one finger, and going to same in the bottom to see what the long to cut it, like this. Taking another section like this. A little bit, cut it her hair. Like this. And very important, when the customer come to want trim, we have to look about her hair. If she has like in the end of the hair like damage, we have to tell her maybe you can cut it shorter, because it's not nice when make just a little bit. So we have to make it shorter if she's damaged. Her hair is okay now. Yeah. Just trim it. To take a damage away. Yeah. So the last section, going from the top, like this, got it, and take the bottom also, like this. Now going in the front, so we have to leave the bang, cut it later, mm-hmm. put the pins on it, and then going in this way. Take this section, a little bit layer, cut it like the others.
have to watch all the section gonna be same size. And also make shape like this. Now I finish this section, going to another section. Start from this section. Now we have to see the end of the hair supposed to be all same. Shave it. Yeah. Like this. Bye-bye. Now we are going to the bank. Okay, now the bang, she won't just trim a little bit. Gonna make it like this by finger to see all same. Same line. Like this. Now we finish the shape. Yeah. Now we're gonna be to make layer all that the bang. Make it like this. Yeah. The end of the hair have to be all same size. And then turn it in the side, like this. Another side. Now, take the bang with another section to see all gonna be same. Like this. Now we finish haircut. Yeah. Now before to finish, we have to check all the size gonna be same. Mm-hmm. Like start from here, here, see the on under the ear, yeah. The button supposed to be same all. Now she's ready to blow dry her hair. Okay, now we are going to dry her hair, so she won't all in the back, and she won't like straight a little bit, so I have to divide it also to take section section, yeah, for to dry it. Good. Leave the sides later. Now going to dry the bottom. So very important, we have to look about the size for the hair. If she has short hair, we have to use the small brush. Yes. If she has long hair, we have to use the big brush. Okay. To organize the hairs better. Yes. Okay. Now take another section, taking another section. Very important when you dry the hair, the customer, don't close the hair on her head, because it's gonna, it's like she don't like that heat. So you have first time to make it like this, a little bit.
make the hair so like soft and straight by heat. That's supposed to be special blow dry for the salon. Yeah. A little bit big brush. She wants a little puffy in her hair because her face or head small. She wants like a little bit volume. So in the button, I have to make it like this by big brush to be a little puffy in the top. Can I show you now? Like this. Yeah. Now we're doing it in the side. She won't like in the side her hair. Yeah. Thank you. Now going in this side. Now after blow dry, we have to put like make it a little puffy in the top and then put it some spray here. Mm-hmm. Make it like this. Oh yeah. Almost ladies, she has, when gonna be old, a little bald, like yeah. Thin hair. So almost customer want to just cover this area, mm-hmm. because it's, you know, it's, they have like thin hair in the bottom. Yeah. Spray hair in this area. Pretty, she looks more pretty. Thank you. You are happy? Yes. Okay. So now it's going on this side a little bit. You're doing the same thing in the front, yeah? Yeah. I just tried to close this area to her. Mm-hmm. Yeah. Okay, now she's finished. I'm just gonna show the people how's going her hair. Mm-hmm. Wow, beautiful. And thank you so much. Yeah. Now can I show you like how's going her style? That's in the side, yep. Going in the back, this side, and now.
the front. Thank you so much. Thank you, Nala. Thanks for your time. دوستان عزیز گرامی، انشالله که از برنامه آموزش کوتاه کردن مو و استایل مو خوش شما آمده باشه و استفاده کرده باشین. باز ما هم سعی میکنیم که بیشتر از این رقم برنامه ها، میکاپ، میکوور، هیر استایل، هر چیزی که ما بتونیم حتما برای شما تهیه کنیم و برای شما نشان بدیم. خب، میرسیم به قسمت بعدی برنامه. قسمت بعدی برنامه، بازم ما میفهمیم که شما خیلی دوست دارین و خوش شما میایه. همراه یکی از دوستای عزیز ما، خواهر و مادر گرامی ما، یک آشپزی رو انجام دادیم. پس فهمیدین که دوباره برگشتیم سر برنامه آشپزی. همراه یکی از دوستای ما یک برنامه آشپزی برای شما انجام دادیم، یک غذای وطنی برای شما درست کردیم، تهیه کردیم. البته جای شما خالی، ما اون رو قبلا نوش جان کردیم از جای همگی شما. خیلی خوشمزه و دلیشس بود. خب شما رو منتظر نمیگذاریم، نام غذا رو هم برای شما نمیگم. بریم برنامه آشپزی رو ببینین. دوباره برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. خب دوستان سلام مجدد، فاطمه هستم با یک دیگه از برنامه‌های آشپزی در خدمت شما هستیم. این دفعه می‌خوایم یک غذای افغانی و خیلی خوشمزه و لذیذ و محلی رو برای شما معرفی کنیم. خیلی از افغانای ما با این غذا آشنایی دارن، درست میکنن، اما بعضی از دوستای ما یا بعضی از دوستای فارسی زبان ما با این غذا آشنایی ندارن. خیلی خوبه که شما هم یاد بگیرین و از غذای محلی افغانی استفاده کنین. در این قسمت از این برنامه خدمت دوست عزیز اولیا جان هستیم. اولیا جان سلام علیکم. سلام های مجدد خود را خدمت بینندگان تلویزیون کاروان عرض می کنم. امروز می خواهیم که یک غذای به اصطلاح خوشمزه افغانی را برشان یادآور شویم، غذایی که همیشه در افغانستان ما در محفلای خود در جای بسر میزا در محفلا بود، مخصوصا در عروسی ها زیادتر استفاده میشد. و حالا میخواییم که این غذا از کدوم قسمت افغانستان هسته؟ از کدوم منطقه افغانستان؟ در کل جای است، مخصوصا در شمال افغانستان زیادتر. در شمال زیادتر بخاطر از این که روزای وقتی که عروسی میشه، صوبکی وقتی که نکاح بسته میشه، همین غذا را پخته میکنن خانما. بعد چون در وقت نکاح همیشه مردا هستن. خب مردا میرن. اما بله همیشه مردا میباشن وقت نکاح. همین غذای کباب داشی ای را پخته میکنن صبحانه برای مردا وقت نکاح. خوب. وقتی که نکاح بسته شد بعد از این غذا را میخورن. دیگه حالا میخواییم که برایشان یادآور شوم که همین ریسیپیش برای خانما افغان، گرچه کل خانمای ما نام خدا همه خانمای افغان استعدادهای خاصی دارن، مخصوصا در سیاشپزی. ما باور کن که در خانه هر افغان بوری در این ظرف نیم ساعت برات بهترین غذا رو جور میکنه. یعنی واقعا که زنای افغان مهارت خاص دارن در آشپزی. نام خدا کتبانی یک خانه هستن. بله بله همیشان باور کن که در بسیار یک چیز عادی و بسیار یک چیز بهترین غذا رو براتون جور میکنه، آماده میکنه. خوال میخواییم برای مرده ایچ آشپزی یاد ندارم چیز متکی به خانمای هم. بله بله هیچ و خانمای افغان در بیرون نان نمیخورن، مثلا نه خودشان نه اولادشان نه مردایشان. همیشه چون خانمای افغان عادت دادن همه گیره بشینی به خانه سر سفره نان. بله بله چون با استعداد هستن غذای خوبش پخته میکنن. خب مزه میده، مزه داره، غذای مزه دار پخته میکنن. بله غذای ما را خوب عالی. چی رقم هست گوشت چی میخواین؟ کباب دیگی میخواین؟ کباب دیگی؟ بله کباب داشتی. از چی چیزایی تشکیل میشه کباب دیگی که خواسته باشیم ما تیار کنیم؟ چی چیزایی مگر به خانه داشته باشیم یا بریم تهیه کنیم آماده کنیم؟ بسیار عادی است، فقط پیاز و گوشت است. پیاز و گوشت. بله پیاز اینجا ما لیمو هم میبینیم. باز نصرش وقتی که آماده شد لیمو رو در روش میشپلیم به خاطر خوشی تمش، خوشمزگی تمش، باز که کمی ترشی پیدا کنه لیمو مندازیم. و حال ما پیاز شما دارین میپوریم، برش میدیم. پیاز برش میکنیم، میده میده میکنیم. پیاز هم از او پیازه هم بوی پیاز گرفتم همش کنیم فروش رو خوردن نان آسانی.
خب اولیا جان برای بله. مقدار گوشت شما دو دانه پیاز دادین صحیح؟ بله, بله. حالا بعد چه کار میکنیم؟ بله این پیازا ببریم در بین دیگ مندازیم با گوشت چند دفعه ایره یک ذره چون گوشت یک ذره زود نرم نمیشه در دیگ بخار یک بخار میتمشه بعدن بعد باز ایره با پیازش گلابی میکنم با پیاز گلابی میکنم بعد ایره در یک چیز اوار میکنم در موبایل یک تری یا چیز پیازای دیگر در روش گرد گرد میکنم اوار میکنم بعد اگر چون در افغانستان به نام داشی است کباب داشی نام داره یک سال همی یک سال میکنم که این کباب که میگیم کباب داشی به اون زمان ها خود هم به کشور افغانستان داش وجود نداشته چی رقم نام کباب داشی رو از ایمان داشی بود داش بود چون بود؟ مردم هایی که مثلا در اسه شهر ما داش قیوم خب داش قیوم داش داشتیم می بردیم در مابین چیزای اینای کلان کلان چیزا می بردیم یا را جور می کردیم باز در داش دروش می کردن همراه بیلای کلان کلان در داش درو می کردن می آوردن باز اما تو گرم داشت شاید داش منظور شما از آون یا فری که اول دیگر نه بله. تنور مثل مثلا تنور بله, بله. بله. خیلی خب اترا بود دیگر بود از محالت تنور بود محالت تنور بود همون نام داشی روی ماندن یا کباب تنوری کباب بله. داشی نام به ما خاطر نامش داشی مانده شده اما آن ما ددیگ میکنیم اما اون را ددیگ پخته میکنی سیه خیلی خوب پس میآید اوکی سیه پس حالا خودمون همراه بشیم بریم باش خب حال چی میکنیم حالا روغن رو مانده و پیاز در بینش مندازیم تا که پیاز کمی گلابی شود اوکی که من که سرخ شه قهوه‌ای رنگ شه طلایی رنگ شه رنگ شود بله اینا دای سرخ میکنیم بعد سرش گوشت مندازیم خب و گوشت باش خوب اما تو شور میتیم شه میمانیم که یک دقیقه نرم شود بعد از اون در چیز دیگه مندازیم پیازو زیاد در سرش مندازیم سری ایره شما در درون دیگه بخار نه؟ بله ایره در دیگه بخار جور میکنیم که میگر خاطر بخار یار بدیم بله بخار بتیم میشه خب دوستان برگشتیم به سر پیازداغ پیازداغ ما آماده شده خب اولیا جان پیازداغ به این مرحله که برسه باز چیکار میکنی شما؟ حالا گوشت در بینش اضافه میکنیم گوشت خوب پاک ششته این گوشت گوسفنده دیگه نیست؟ بله گوشت گوسفنده از گوشت گوساله یا گوام میتونن استفاده کنن؟ بله بله گوشت گوساله نازک هم میتونن اگه بعضی ها گوشت سرخ خوش ندیشته باشن گوشت سفید میخورن مثل مرغ وری میشه؟ نه گوشت مرغ با گوشت سفید نمیشه و حالی یک ذره سیره میده کردیم سیره در بینش مندازیم تا خوب. که خامبویی گوشت از بین بره و طعمش و خوشبویش زیادتر شد خوشبو خوش عطر بله خوش طعم میشه دوستای عزیز جای شما خالی پیازداغا یک بویی کرده پیازداغ سیرداغ میخواییم همی که بخوریم هنوز آماده نشده بگذار پخته شود که چی خوش مزه و خوش نداریم این بویی دیوانه کرد ماره بله حالا سرش میبندیم تا که یک بخارک کم بگیره تا که بخار گرفت بر آمادهش میکنیم او نمیرزیم با همین نه نباید آب بریزیم خاطر از اینکه باز پس میگرین خیلی معذب باشن روش کنن که این میسوزه بسیار کم بخاطر از اینکه خودش گوشت نازک است بعد با امرای پیاز ما امرای پیاز دیگه جورش میکنیم خب برگشتیم چند دقیقه گذاشتیم اولیا جان که بخار گرفت تقریبا 10 دقیقه بخار داده میشه بعد از 10 دقیقه گذاشتیم بخاری و رفت و واسه سروا میکنیم گوشت مگر به همین حالت بشه نه بله نباید آب داشته باشه باید از آبش بالکل خشک شود یعنی حالا همه گی کامل روغن بجوشه با روغن خود بجوشه وقتی که به سر روغن اومد و جوش خورد بعد ما اینال این پیازای علقه شده را کلقه علقه کردیم خب پس باشه که ما یک دفعه نشان بدیم دوستای عزیز سی کنی اینا هیچ کدام اینا آب نیه اینا همه که روغنه با لعابی که خود گوشت پس داده بله بله اگر گوشت سرخی باشه بهتر است
اما این گوشت کمک استخوان داره، خب بازم استخوان مزه داره. یعنی گوشت نزار باشه، گوشت لخت باشه. گوشت بله بله گوشت لخت. حالا ما این پیازهای حلقه شده را در بینش اضافه میکنیم، برای چند دقیقه امروی پیاز دم میتیم. چرا پیازه را حلقه میکنین؟ چون زنده بانه. خب به خاطر از اینکه تو زنده زنده بانه، اما دیزاین و به اصطلاح چیز از این دنمی پیاز است. خوب، پیازش هم تو زنده زنده بانه. میخواییم که حرارت را کمی کم کنیم؟ شولر یعنی هم تو تیز خوبه؟ هم تو آل تیز میندانمش، بعد بر دم کدنش حرارتش کم بکنیم. نمیشه یه تکنان بیاریم همینجی بخوریم از سر دک؟ میتونه، اما نه، بذار آل زیر پیاز. آل زیر پیاز آشت. خب خیره پیاز، نان و پیاز میخوریم. آلا سرش میبندیم، برای چند دقیقه درجهش هم کمتر میکنیم، بعد دو میمانه میشه. لیموی رو که میریزین؟ لیموی رو همال میندازین یا از آخر؟ نه، وقتی که ایره در بین خوری کشیده میشه، خوب، خوب. برای دیزاینش باز لیمو در سرش روش بلیم. حالا میخواییم برای چند دقیقه دم بکنیم در درجه بسیار کم. خب اولیه جان، حالی آمدیم، شما گفتین که درجه رو کم میکنیم، میمانیم که به خود دم خود. خوب برسه چند دقیقه گذاشتیم؟ حالا برای 10 دقیقه گذاشتمش همراه پیاز دیگه. بعد از 10 دقیقه در درجه بسیار کم مونده میشه، در درجه 3 مونده میشه تا که دم بکشه. حالا سرش باز میکنیم اکنون. بله. میبینیم که چی بسیار خوشبوی و مزهش هم باز که چشیدین باز میگین دیگه. حالا خب مزه دیگه همین اول میفهمیم. اما این معلوم میشه که اینه جور شده، آماده است دیگه. حالا آماده است، میخواییم که در ظرف بکشیم میشه. بله. و برای خوردن آماده است. جالب بوده این افغانستان سر صبحانه میخوردن. بله، ایره صبحانه، مخصوصا مردم مزار. گفتم مزار، مزار سمت شمال، مخصوصا بله. مردم مزار ایره زیادتر به صوبکی بر نکای در عروسی بر نکا ایره جور میکنن. بله. صوبانه ایره دیگه همونجا میخورن و واقعا که چیز خوب و از همه بایم که انرژی میته به مردم. کاملا بسیار چیز قوتمند است. یک ذره لیمو برش. خیلی همچه بمانیم. حالا برای تزینش یک چند تا از یار در دورش میگذاریم. بله. که دوستای ما میتونن با هر چیزی که دوست داشتن، با هر ترکاری بشته بالی که دوست داشتن تزین کنن. بله بله میتونن با گشنیش سلیقه شخصی خودشمانه، هر رقمی که ذائقه شما هسته خوش دارین همراهی کباب نوش جان کنین میتونین تزیین کنین. بله. و حال ما در روی ازی گشنیچ، تخم گشنیچ، تخم گشنیچ پاش میتیم و مرچ سیاه که یکونه چیز تزیین اما خوشبویی و طعم مزیش در گشنیچ خشک و مرچ سیاست. سالی که گشنیچ خشک و مرچ سیاست را داره، ما از این کمی در روی از این پاش میتیم تا که گرچه خودش خیلی خوشبوی است، اما این هم خوشبویش زیادتر میکنه و هم مزیشه. ای چی هست داره؟ ای مرچ سیاست. بله. نمک یور کی میزنیم؟ نمک دیگه ایچ، چون که نمک در مغزش نمک داره. خوب. و ای کبابم نباید زیاد نمکی باشه. خب خب، باید شیرین‌تر باشه. شیرین‌تر است و شیرینی خود گوشت. خود گوشت، بله. ایچ وقت ای زیاد نمک نمک، بسیار نمک کم مفتده ای. صحیح. آله شد غذای ما
آماده و کباب ما آماده است برای خوردن؟ بله 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 دوستان با اجازه ما میریم شروع میکنیم با خوردن ما شما رو صدا میکنید یه این خوده ما از نزدیک چای شما واقعا میخواییم دستشور بله شما خب دوستای عزیز یام از غذای امروز ما جای شما خالی ما از جای شما میخوریم و نمایندگی از شما نوش جان میکنیم انشالله که گوارای وجود باشه برای همگی و برای شما هم انشالله کاش که از نزدیک میبودین و از این غذای خوشمزه و این میز مقبول و رنگین شما هم لذت میبردین یک بار دیگه تشکر میکنیم از محترم اولیا جان خیلی خیلی زحمت کشیدین دست شما در نکنه اول از همانده نباشین زنده باشین چرا خیلی زحمت کشیدین نام خدا ما میخواییم که زودتر خدافزی کنیم زودتر شروع کنیم و خوردن تشکر انشالله که باز بتاریم در برای دفاع بعدی باز از حضور شما بره ببریم از قضایی که یاد داریم چرا که باشه از قضاهای دیگه استفاده میکنیم چون میخو به اصطلاح کلگی میفهمن هم زنهای افغانی رو نام خدا یاد دارن هم اگی اما زنان خیلی از دوستای ما هستن که افغان نیستن اما فارسی زبانن از کشورهای دیگه این قضاها شاید برای اینا جالب باشه میخواین یاد بگیرن این رسیپی قضا رو ما میگذاریم به ایمیل کاروان تیوی یا کسایی که دوست دارن این غذا رو بیشتر یاد بگیرن یا رسیپی خواسته باشن میتونن باز با کاروان تیوی تماس بگیرن و از رسیپی غذا استفاده کنن. سعیه؟ چرا نه؟ چرا نه؟ امشالا در برنامه های آینده هم اشتراک میکنیم و غذاهای خوبتر و بهتر خوبتر افغانی رو نمایان میتیم که ما چی چیزهای داریم و چی چیزهای پخته میکنیم سهیه انشاءالله بدون واقعی الهی در برنامه های آینده اشتراک میکنیم انشاءالله خب دوستان با اجازه شما ما شروع میکنیم کم کم بخوردن دوستای دیگه هستن که اونام باید کم کم آماده بشن زحمت بکشن به این سرمیز به جمع ما بپیوندن و با اجازه جای شما خیلی انشاءالله به دفاع بعد انشاءالله باید بیم به خانه های خود شما یا شما تشریف بیاریم به این جگاه در کنار هم باز از غذاهای خوشمزه افغانی و یا از غذاهای خوشمزه کالچرهای دیگه باز انشاءالله لذت ببریم داره هم دوستان عزیز و ارجمند این بود برنامه‌ای که با کمک و همکاری همکار محترم جناب آقای حبیب حبیبزاده تهیه و تدارک دیده بودیم و خدمت شما دوستان ارائه کردیم انشالله که خوش شما آمده باشه بازم اگه کمی و کاستی داشتیم در برنامه خود به بزرگواری خود خود ما رو ببخشیم باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات مفید و سازنده شما هستیم. بی زحمت با تلویزیون کاروان در تماس بشین و نظرات و پیشنهادات خود خود برای ما بگین. در این قسمت برنامه ما تمام شد. همگی شما رو به الله پاک میسپاریم تا برنامه و دیدار دیگر. خدا حافظ همه شما. گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نتابی سر